بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. بینندگان عزیز و گرامی، از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در کربلای معلا و از جوار آستان ملائک پاسبان قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، به محضر مقدس آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و همچنین شما عزیزان بیننده عرض سلام و ادب دارم. با برنامه بینات در خدمت شما عزیزان هستیم. کارشناس محترم برنامه آیت الله جناب استاد موسوی زنجانی دامت افاضاته. جناب استاد، خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم. علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم سلام عرض میکنم محضر جناب عالی. سلام علیکم و رحمت الله. محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند، کلام خود را با سلام به محضر آقا حضرت ابوالفضل شروع میکنم. بسیار عالی. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لامر الله. السلام علیک یا عباس ابن امیر المؤمنین سید الوصیین. السلام عليك يا قمر بني هاشم. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بینندگان عزیز و گرامی، همچنان که استحضار دارید با برنامه بینات در خدمت شما عزیزان هستیم و موضوع بحث ما امام حسین علیه السلام و کربلا در کلام انبیا. در خدمت استاد موسوی هستیم و بیشتر استفاده میکنیم. در جلسات گذشته شواهدی در این باره بیان فرمودن، در این جلسه انشالله بیشتر از خدمت ایشون استفاده میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که عنوان رو که فرمودید، عنوان تسلسلی بحث ما کربلا در کلام انبیاست. عرض کردم میشه عنوان دیگرم گفت که کربلا شناسی، نقش کربلا یعنی نقش امام حسین، یعنی نقش عاشورا، نقش اون مقاومت، اون شهادت طلبی چی بوده اولا و ثانیا بگیم در چه فضایی بودند. بررسی عاشورا ممکن نیست مگر با بررسی اوضاع عاشورا معلوم بشه، یعنی اوضاع زمان عاشورا. اوضاع زمان عاشورا باید معلوم بشه. شما اگر بخواهید یک پهلوانی را معرفی کنید، بایستی رقباشو بگید آقا فلانی فلانی را ضربه فنی کرد. و کی میشه یک پهلوان را معرفی کرد؟ نمیشه واقعا، مگر اینکه رقبای او، کسانی که بودند پهلوان بودند، این پهلوان اونها را زمین زد، میشه معرفی کرد آقا این پهلوان خوبی بوده. چیزی پیامی نداره. لذا عرض میکنیم نمیشود کربلا شناسی کرد مگر اینکه قبل از حادثه کربلا و عاشورا پیرامون چی بوده. در جلسات قبل عرض کردیم عده از علمای شیعه همراه با عده دیگر از علمای اهل سنت، بله اهل تسنن، بالاتفاق فریقه نقل کردن رسول خدا فرموده خوشحال بودم از اینکه پنج نفر در یک فضای صمیمی با همین، من و علی و فاطمه و حسن و حسین، نوشتن که جبرئیل نازل شد، این دوام نداره ها، خیلی خوشبین اوضاع نباش، مسئولیت رسالت و امامت با این خوشحالی موقتی چی درست کارش به سامان نمیرسه. چطور؟ خدا فرموده به رسول من اطلاع بدید این اجتماع چند روز بیشتر دوام نداره یا چند سال بیشتر دوام نداره و از هم میپاشه. طوری از هم میپاشه. علی ابن ابی طالب با فرق شکافته پیش من میاد. ابتدا زهرای اطهرم
بعد از ضربه سنگین که به او یا ضربه روحیست یا جسمیست، حالا توی یا هر دو، یا هر دو به قول مرگ هر دو پیش من خواهد آمد. پس از مدتی علی ابن ابی طالب با فرق شکافته پیش من خواهد آمد. پس از مدتی حسنم با زهری که معده را داغون کرده پیشم خواهد آمد. پس از مدتی حسینم را در سرزمین غربت کربلا خواهند کشت. اون وقت جبرائیل میفرماید به من پیغمبر گفت جنازه های شما هم کنار یکدیگر نیستن. یکی در عراق معلومه دیگه، امام حسین در این قسمت از عراق، علی بن ابی طالب علیه السلام در نجف، امام حسن در مدینه است. اونجا این نکته رو عرض کردیم که رسول خدا فرموده این از نظر جسم خانواده منه، جسم خانواده من به عنوان یک موجود فیزیکی ما میگیم دیگه، یعنی اجسام و بدنهاشون همه از هم چی؟ بله، جدا جدا و دور از هم میفته. اما تیکه تیکه شدن دین من از این هم چی؟ بیشتر خواهد بود. اولا امت عددش از تیکه های دین من هم بیشتر خواهد بود. چیه؟ 73 ملت. یک خدا معرفی کردم، یک قرآن آوردم، یک کعبه آوردم، 72 ملت خواهد بود. پس دین مرا متلاشی میکنن، اهل بیت مرا متلاشی میکنن، هم جسمشان را هم تفسیرشان را. نمونه بخونم ببینید جمله پیغمبر عملا اینچنینه. این ابن عساکره، از علمای اشهر باید بگیم، نه مشهور، از مشهورترین عالمانه. شاید نظیرش من نمیشناسم، 80 جلد فقط یک تفسیر، یک تاریخ دمشق رجالم هست، نوشته در جلد 18 صفحه 281. یک مسئله رو از آقایان خلفای غیر اهل بیتی پرسیدن. بله، در نبش قبر، در مجازات نبش قبر یک زن از مروان ابن محمد که از بنی امیه بود پرسیدن چه کار کنیم؟ ایشون بله نباش را به دار زد، گفت حکمش چیه؟ اعدام. اعدام. شما این کار را کردیم؟ میگه نه، اسلام اینه. خب نباش، کسی که نبش قبر بکنه یک حکم آقا صادر کرد به نام اعدام. رفتن پیش عمر ابن عبدالعزیز، قطع یده. یعنی چی؟ باز کسی که نبش قبر کرده بود گفت اعدام نیست، دستشو قطع کنید. با. این حکم شما. گفت نه، اسلامه. خب دست شما درد نکنه. رفتم پیش مروان ابن حکم، گفت نه اصلا قطع یدم نمیخواد. چند تا حکم شد؟ این سه حکم. سه تا. اجازه بدید برسیم این جمله پایانی. یک عبارتی رو من آماده کردم، رسول خدا فرموده بود، این عبارت رو علاقه دارم بخونم. تعداد امامان 12 نفره، از هر کدوم بپرسی ذره با دیگری حکمشون تفاوت نداره. چگونه؟ قال رسول الله، باز ابن عساکر جلد 42 صفحه 17، النجوم امان لأهل الارض. امان اینجا یعنی هادی، یعنی امنیت جاده. شما در کشتی هستید، کشتی در اقیانوس، شب نمیدونید کدوم طرف میرید، از کجا میفهمید؟ با توجه به ستاره ها. احسن، اصلا قدیم اینطوری بود، ستاره شناسی. قطب نما را درسته آقای ویلدرانت خیلی خراب کرده. در جلد اول نوشته که قطب نما را فلانی قبل از میلاد در چین ساخت یا کشف کرد. رفته جلد سوم گفته معلوم نیست. پس معلوم اصلا تاریخ چه خودش ننوشته. 100 نفر انسان رو آقای هری ولفسن ها اجیر کردن صهیونیست هاروارد کتاب نوشتن به نام یه شخصی زدن. آقا این چنو کتابی است که نویسنده خیلی زیبا در جلد اول نوشته قطب نما رو برای کشتی ها فلانه کشف کرده یا ساخته، کی؟ چندین قرن قبل از میلاد در چین. اسمشو یاد داشت. بله.
در جلد سه فراموش کرده. آره در جلد سه میگن برای ما ثابت نشد کیه، پس اقلا میخوندی جلد اول رو. خیلی جالب، اینم یه تناقضیه که حالا رسول خدا فرموده نجوم امان لأهل سما، یعنی نجوم برای هدایت اهل سمان، اصلش چی بوده؟ لأهل الارض. بعضی ها میگن اهل سما چون به این عبارت گفته کسی که میخواد بره آسمان اجنه، طبق نص صریح قرآن در سوره مبارکه و صافات و سوره مبارکه جن، اینها برای استراق سمع میرفتن، خداوند به خاطر استراق سمع اینها اسرار بالا، اما نه اسرار بالا به مفهوم آسمان اینچنینی. نمیدونیم مفسرم بله. نمیدونن چه آیا در اونجا استراق سمع داره یا خلاصه این استراق سمع معنوی در چیه؟ اونجا دنبالش فرموده و اهل بیتی امان لامتی، اهل بیت من امنیت بله. نماد امنیت، حافظ امنیت هست برای انسان های ساکن در زمین و نجوم همچی آسمانیان را بله. درست شد بله. این روایت آنقدر زیاده اهل سنت در جلد 42 صفحه 17 تاریخ ابن اساکر هم آوردن. با این مخالفت، یعنی تشبیه اهل بیت علیهم السلام به ستارگان آسمان، درست شد بله. این روایت به سرش بلا آوردن، سر از اصحاب در آورد، اصحابی کل نجوم احسن به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. رسول خدا اهل بیت را نمی گفت، می گفت اصحاب من مثل نجومن، به هر کدوم به حرف هر کدوم عمل کنی چی اهتدیتم، اجازه بده. در حالی که نجوم این گونه نیستن که به هر کدومش ما الان توجه کنیم ما رو راه راست هدایت کنه. اولا هر نجمی هادی نیست، بعضی از نجمه ها در قطبه، شما هر جا برید ارضی، یعنی بهتر شرق برید غرب برید، اون جده میخونن، جدی نخونید به خاطر یک تفسیر دیگه، جده میگن در قطب، اون اصلا شما را هدایت نمیکنه، ثابته. ببینید مگر مروان جز صحابه نبود؟ بله. یه فتوا داد، خوندیم دیگه، بله، دار زد. عمر بن عبدالعزیز مگر از تابعین نبود؟ یک فتوا داد. مروان بن حکم محمد یک فتوا داد. شما میگید هر کدوم یک نوع فتوا، یک نوع که با هم دیگه همه در تضاد و تناقض و تفاوته. ببین دیگه رسول خدا میفرماید دین مرا متلاشی خواهند کرد با این عبارت. رسول خدا فرموده از هر صحابی راه بپرسی هر چه بگه اسلامه، خب این اسلامشون درسته. معاویه صحابه بود، اگرچه از طلقا بود، گیرم صحابه بود. علی بن ابی طالب علیه السلام امیرالمومنین هم چی صحابه بود. اینا مگر با اختیار نمی جنگیدن؟ بله، هر دو رضی الله عنه، هر دو. میگه حال از علی حمایت کنی فرقی نداره، از معاویه حمایت کنی فرقی نداره، از عایشه و طلحه و زبیر حمایت کنی فرقی نداره، هر دو به روی هم شمشیر کشیدند، هم دیگر را کشته اند، هر دو خدا از هر دو خوشنود باشه. آقای شهیدی، پس قاتل و مقتول آیا فرقی نداره در این مقطع؟ خدا میداند. وقتی که به این قضايا میرسم انسان احساساتی میشه، اصلا گریم میگیره. آخه چه دینیه اینها؟ این وهابیون فکری، عقلی، تدبیری، منطقی ندارن؟ نه دیگه، تعطیل همه، تعطیل مطلق. بابا 1% اینها تکان بخورن از خودشون میپرسن چگونه پیغمبر فرموده به هر یکی از صحابه اقتدا کنی؟ درسته، خب من اقتدا کردم علی بن ابی طالب علیه السلام، اون اقتدا کرده به چی؟ معاویه، با هم میجنگیم، این هدایته؟ و رضاست که شاعر اینجا یه شعر زیبایی داره، یادم اومد جناب استاد، میفرماید خشک مغزی و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. و لذاست که از بس اینها خشک مغز و متعصب هستن و تفکر و اندیشه ندارن، مثل شاعر جنین را چطور میگه در رحم هنوز به مرحله رشد و کمال نرسیده تا شیرخوار بشه، و لذا خونخواره. و لذا آقایان الان همین بحثایی که گاهی هم میشه بالمناسبه اسم میاد از داعش و امثال داعش که دست پرورده مکتب سقیفن، اینا چرا کارشون فقط خونریزیه؟ اینا مثل جنینن، هنوز نپختن، هنوز کالن، خشک مغزن، خشک مغزی و تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است. قرآن عبارت عجیبی داره،
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. این جمله چیزی کمی نیست. قرآن شفاست، قرآن رحمته، ولی کسی که نفهمه از قرآن استفاده بکنه جز بدبختی براش و خسارت و ضرر. خب الان شما برید سیبری، برید اسکیموها به احدی ضرری ندارن، وحشی ترین قوم بودن. بله. اسکیموها بله. خب بیا برو پیش داعش، به عدد هر انسان اینها 1,000,000 آدم بکشن سیر نمیشن. چرا؟ قرآن دارن. کمه. یک میلیون که خیلی کمه جناب استاد. اونا میخوان همه را بکشن. در یکی از گزارش هایی که در همین شبکات اخیراً پخش میشد، اون حالا شخصیتی یا خبرنگاری که از غرب رفته بود و با اینها نشسته بود گفته بود ما در راستای برنامه هامون اینه، یکی از کسانی که باید عزمه ببریم شیعیان هست. اون خبرنگار یا اون شخصیت غربی گفته بود خب شیعیان بیش از 150,000,000 نفرن. بله. گفته بود باشه، برای ما ملاک نی، 150,000,000. یه همچین عبارتی به کار برده بود، گفته بود 1,000,000,000 هم که باشن ما همه رو باید بکشیم. بله. حالا شما میفرمایید 1,000,000. بله. منظور حالا به بحثمون برگردیم. بله. ببینید چه گفتیم تا حالا، یه جنبندی داشته باشیم. شهادت امام حسین، نقش امام حسین، نقش عاشورا، نقش کربلا والله به حد خودش، به استحقاق خودش تبیین نمیشه مگر اینکه اوضاع اون زمان چه بشه تحلیل. ببینید من درسته، من یادم هست با حضرت عالی در یه جایی اشاره کردیم یه موضوعی، مگر عمر نگفت چی؟ هر کس سنت بنویسه. من آوردم اینجا حدود 3 دقیقه هم تا پایان برنامه میارزه، یعنی همین مقدار کافیه تا میان برنامه. گفت که بشینید اینجا. به کی گفت بشینید اینجا در مدینه؟ صحابه. چرا بشینید؟ میرید بیرون چیکار میکنید؟ سنت پیغمبر را منتشر. چون صحابه پیغمبرید میرید کشورهای مختلف، شهرهای مختلف، عمر داره میگه امیرالمومنین نشونه. بله. از شما میپرسن اسلام چیه، نماز چیه، روزه چیه، باید بگید قال رسول الله. من میترسم قال رسول الله بگید قرآن فراموش بشه. ولی زو ممنوع سفرشون کرد. درست. اینجا میخوام بگم که چطور شد، در یه جلسه اشاره کردیم، حیفه البته بعد از میان برنامه باید بریم به تفصیلش. شخصی به نام ربیعت الرای 30,000 دینار طلا خرج میشه بنشینه کجا؟ اونم 30 ساله مسجد النبی. به مردم چی یاد بده؟ رأی، ربیعت الرأی. بله. یکی از خروجی های حوزش ابو حنیفه است، اینجا همه را داریم. بله. اشاره خواهیم کرد. و یکی چی؟ مالک. مالک. چرا یک نفر پیدا نشد بگه عمر گفته قال رسول الله؟ گفتن چیه؟ حرامه. حرامه. شما اصلا قال رسول الله هم نمیگید، خودت میباخی. قال انا، انا نظر من اینه در برابر چی؟ حرف خدا. حالا که خدا در این زمینه حرفی نداره و سنتی هم وجود نداره، من نظرم اینه که دین اینه. انا اقول برای من شا اتخذه و من لم یشه لم یتخذه. چرا کسی پیدا نشد به ایشون بگه حسبنا کتاب الله، یک کتاب نفر. خدا ما را کافی. ببین این جنایت نیست. امام حسین با وجود این که شهید شده بود در این قضایا، دقت کنید، کسی آمده میگه من قال الله نمیفهمم، قال رسول هم نمیفهمم، انا اقول برأیی. شما کی هستید؟ ربیعت الرای. بابات کیه؟ میگم فرخ نامیه، 30 سال رفته. از کجا خرج میکنی؟ بابام 30,000 دینار پیش مامانم گذاشت، از اون خرج میکنیم. چی تربیت کردی؟ آقای ابو حنیفه مالک. از کجا؟ من رأیی. یک نفر پیدا نشده بگه قال رسول الله رو عمر تحمل نمیکرد، قال ربی را میپذیره. چرا پذیرفتن؟ پس معلوم میشه هدف این نبوده. هدف این بوده سنت خدا، سنت رسول خدا کنار بره، حالا سنت هر کسی میخواد جایگزین بشه بشه. آره. ولذا قرآن این رو پیش بینی کرده بود و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. آیا اگر رسول خدا از دنیا برود یا کشته شود شما انقلاب خواهید کرد و به اصل جاهلیت باز خواهید گشت، که اینها باز گشتند متاسفانه. دارن در فارسی میگن این قضایا شبیه کاسه زیر نیم کاسه است. بله، از اینجا این نتیجه گرفته میشه که همون
کاسه زیر نیم کاسه بوده که سنت رسول خدا هست بشه و سنت هر کسی دیگر جایگزین میشه بشه. احسنتم طیب الله انفاسکم. بینندگان عزیز و گرامی، با تشکر از شما عزیزان یک میان برنامه مختصری میبینیم با دعایی برای ظهور آقا امام زمان علیه السلام و صلواتی انشاءالله باز میگردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، همچنان با برنامه بینات در خدمت شما عزیزان هستیم و موضوع بحث ما امام حسین علیه السلام و کربلا در کلام انبیا. در خدمت جناب استاد موسوی زنجانی دامت افاضاتو هستیم و بحث رو ادامه میدیم. عرض کردیم که شناخت کربلا، امام حسین، عاشورا واقعا ممکن نیست. ابعاد قضیه روشن نخواهد شد مگر ظروف و شرایط حاکم بر اون زمان را چی؟ بشناسیم. دلیل ما حقایقی است که خود اهل سنت نوشتن. خب چه نوشتن؟ یکیشو بخونیم ببینیم چیه. یکی که ناقص مون، اجازه بونو تکمیل کنیم. درسته در یک بحثی با حضرت علی صحبت کردیم، قرن چندم هنوز اوله، امام حسین شهید شده هنوز، خاندان پیغمبر قتل عام شده، تمام خاندان پیغمبر حق گفتن قال رسول الله ندارد. یک آدمی که تاریخ میگه پدرش در جنگ بوده 30 سال، همه مشکوک، مادرش اینو نگه داشته بچه رو با چه هزینه ای؟ 30,000 دینار از اونم کجا؟ مدینه، مردم نون نداشتن بخورن، پیش زنه گذاشته، شوهر رفته، بچه به دنیا آورده، اونو تربیت کرده، شده 30 ساله استاد الاساتید کل مدینه تر رسول. در حدی که محصولات این مکتب، یکی ابو حنیفه از رئیس کل امام الکل، یکی مالک امام دومه. یعنی ابو حنیفه و مالک که دو امام دو مذهب مسلمین هستند، پیش این آقای ربیعه الرأی جوان 30 ساله درس آموخته شده اند و بله زاحم العلماء به رکبتک شاگرد، بله گفت که شاگردان و دانش آموختگان مکتب این آقا هستند. بله ببینید این آدم، چون در یک جلسه به مناسبت یک ناحیه از بحث را گفتیم، اینجا ناحیه که اونجا نگفتیم عرض میکنم. خب این آقا که فکان مجهود ابی حنیفه ان یفهم ما یقول ربیعه، این در کتاب ابن عساکر جلد 20 صفحه 56. ابو حنیفه جلد 20 از تاریخ دمشق. دمشق، احسن، مال ابن عساکر. ایشون میگه، اونم صفحش هم گفتیم 56، میگه که آقا جان شب و روز این آقای ابو حنیفه میخواست ببینه این چی میگه، آقای چی، یعنی چی استنباط میکنه، برای مردم چی توضیح میکنه. فهمید نه قال اللهی هست نه قال رسول اللهی در کار نیست. ابو حنیفه طبق نقل خطیب در تاریخ بغداد که قبلا خوندیم به مناسبتی، گفت که این آدم، یعنی کی؟ همین ربیعه الرأی، نه آقای ابو حنیفه، به میگفت اگر پیغمبر اسلام امروز زنده بشه، نحوه استنباط از طریق قیاس رو باید از من یاد بگیره. به همین دلیل ابن ابی شیبه و این آقای خطیب اینقدر به این آقا بدبین بودن. خب بعضیا گفتن اینه یهودی، ما قبلا گفتیم به آقای ابو حنیفه، بله گفتین یهودیه، دقت کنید. آقای ابن ابل حدید هم نوشته 70,000 حکم ساخت، دقت کنید.
اینجا میگه این آقا ربیعة الرعی را، یک یتیمی که پدرش معلوم نیست، میگن چی؟ فرخنامی بوده. بعد از قول فرخنام نقل میکنن من برگشتم بعد از 30 سال، من خانوادم نمیشناخت، گفتم این آقا شیخ کیه؟ جوان از 30 ساله در مسجد پیغمبر درس میگه، شیوخی مانند ابو حنیفه و چی؟ مالک. مالک از ایشون درس یاد میگیرن. خانمم گفت خیلی پسر خوبی خداوند به تو داد، تو رفتی ندیدی، تمام دنیای اسلام از ایشون اسلام یاد میگیرن، تاریخ اهل سنت نوشته. بعد پرسید که خانم کی پرسید؟ پدر ربیعة الرعی. پدر ربیعه فرخ. بله. که بعد از 30 سال مسافرت حالا برگشته. برگشته میگه خانم من رفتم، فرزندی نداشتی، بعد از من وجود آمده، رمز این چیه؟ چرا همه فرزند علمی پسر من شدن؟ شیوخ حتی. گفت که اونها میگردن، مردم علما میگردن حکم رو از قرآن در بیارن پیدا نمیکنن، بر میگردن به سنت پیدا نمیکنن، میمونن. پسر من هر جا ملت میمونه حکم میسازه، مشکل رو حل میکنه، حل میکنه. دقت کنید، این آدم آقای زرکلا هم در کتاب گفتیم چی؟ الاعلام جلد 3 صفحه 17 میگه مالکم هرچی داشته از این آقا میگرفته. یک نفر گفتیم نپرسید این که رأیه، که رأی چی؟ شخصیه، شخصی اسلام نیست. یک نفر کل عالم اهل تسنن نپرسید این شرک نیست؟ قال الله اسلامه؟ بله. قال رسول الله چیه؟ اسلامه، چون اخذ من الله. قال ربی چیه؟ ربیعة الرعی چیه؟ اون هم در قرن چندم؟ بله، قرن دوم. قال رسول الله قرن اوله. بله، قرن دوم چه یعنی دیگه؟ قال رسول الله در قرن اول بلا فاصله پس از شهادت رسول خدا و ارتحال رسول خدا ممنوع. خب قال رسول الله هم ممنوع. ممنوع امان اهل بیت، امان لاهل الارض. یعنی چی؟ هر چی میخواد از اهل بیت هم بگیرید. امام صادق اون زمان بود، امام باقر بود، چرا از این نگرفتن؟ بفرما. اگر اهل بیت را خداوند معرفی کرده به عنوان مأمن مردم برای اخذ الاحکام، چرا امام صادق که میگفت والله من چیزی جز آنچه که رسول خدا فرموده که از خدا گرفته ما حرفی نداریم، چرا این ممنوع شد؟ ربیعة الرعی بی پدر، مشکوک این سی هز... مشکوک پدر سی... بله، مشکوک پدر، حالا با این تعبیر بله. مشکوک الاب. این آدم که آزاد شد که هر چی میخواد بگه، آزاد شد که یک مکتب تربیت کرد، دو مکتب شد غیر قرآن. عمر چی گفته بود؟ یعنی در مقابل قرآن در حقیقت مکتب ساخت. ها رد نشو، مگر عمر نمیگفت حسبنا کتاب الله؟ خب این که کتاب الله که نیست، مکتب دیگه. چرا آزاده ایشون؟ چرا ساختن مذهب غیر قرآنی فتوای رأی آزاده اما امام صادق آزاد نیست. حالا من یک قطعه بخوام، هیچکی هم پیدا نشد مقابلش بایسته بگه تو چه کاره ای که این حرفا رو میزنی؟ هست بنا کتاب الله. بله. جلد 47 تاریخ ابن ساکره صفحه 204، قال قیس ابن ابی حاص، همچون اخرج بل علینا فلان، تا میرسه به این عبارت، فقال کیه؟ مدیریت کننده عمره. ببینید در چه شکل، در چه شکلی اسلام میسازن، رهبر برای جهان اسلام میسازن، خلیفه. ایها الناس اسمعوا قول خلیفه رسول الله. پیغمبر از دنیا رفت، کی گفت ابوبکر خلیفه منه؟ هیچ وقت. گوش کنید جانشین رسول خدا چی میفرماید. عمر به مردم میگه بنشینید، شلوغ نکنید، بشینید ببینید چی؟ خلیفه رسول خدا. تمام اهل سنت خودشو میفرماین اصلا رسول خدا خلیفه رو تعیین، حتی علی بن ابی طالب رو میگن تعیین نکرده، ما شیعه ها میگیم تعیین کرده. بله. یعنی منکر قدیر میشن، با اینکه علامه قدیر علی امینی رحمت الله علیه بالاخره مدارک بسیاری رو از خود علمای اهل سنت نقل میفرمایند که قدیری بوده و پیامبر علی علیه السلام رو تعیین فرموده.
در ذیل این صفحه تعلیقچی، یک سنی تعلیقه نوشته به تاریخ ابن عساکر. میرسه به یک جمله، میگه که ابوبکر افکار عمومی را آماده کرد چی بشه؟ عمر بشه چی؟ خلیفه مسلمه. خب اونجا تاریخ نوشته ابوبکر گفته که ابوبکر، گوش کنید عمر چه میگه، خلیفه رسول خداست. نوشته زیل، نوشته این آقای سنی با وجدان، نوشته که بله اذا کان استخلافون فلمازا البیعه، میگه اگر رسول خدا بعد از ابوبکر عمر را ایشون تعیین کرده، پس بیعت گرفتن برای چیه؟ پیغمبر رو تعیین کرده دیگه، تعیینه دیگه. بله درست. بعد در صفحه 205 نوشته قال رئیتو، قیس میگه عمر بیده اسیب و نخل، اسیب و نخل جریده یعنی چوبی از خرما، درخت خرما که دارای خار و تیغ هم هست، و هو یجلس الناس، مردم رو مینشون مینشون، بشینید بشینید اسمعو لقول خلیفه رسول الله، حرف خلیفه پیامبر رو بشنوید، کیه؟ ابوبکر رو بشنوید. فجاء مولا لابی بکر یقال له سوید، بعضی‌ها نوشتن سوید، آقای سوید آمد که غلام کی بود؟ ابوبکر. به صحیفتن، بله یک صحیفه آورد به جمع مردم. ببین جمع ازدهام فرض کنید 5000 نفرن، عمر یک چوب دستی برداشته بگه بشینید بشینید. خب چیه؟ همون لحظه غلام آقای ابوبکر صحیفه آورد داد به کی؟ به عمر. بخشید فقرعها علی الناس، خود اون غلام، بله خود غلام خوند، به عمر نداد. فقال یقول ابوبکر اسمعوا و اطیعوا لمن فی هذه صحیفه، اطاعت کنید از اون کسی که اسمش را من در این صحیفه چی؟ آوردم. نه. امام اونه. بله فرعیت عمر بعد ذالک علل منبر. بعد این آقای رابی میگه دیگه بعد از اون دیدم عمر چیه؟ بر فراز منبر. خب سوال، امام حسین برای چی شهید شد؟ بگه اگر نسب خلیفه واقعا نسب از طرف بالاست، خب علی ابن ابی طالب را پیغمبر نسب فرمود، گفتن نه 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 اصلا واگذار شده خلافت، چی؟ واگذار شده به مردم. اگر واگذار شده چرا اعتراف فرمودید؟ غلام آقای ابوبکر میاد میگه خلیفه دستور فرموده اسم ابوبکر، هر کس اینجاست دیدیم ابوبکر، فردا عمر رفت بالای چی؟ منبر. خب این خلافته. اینجا جای سوال هست و جای پاسخگویی که بالاخره کدام هست؟ همین کدام هست؟ اگر پیغمبر باید تعیین بکنه، چرا پیغمبر که تعیین کرد پذیرفته نشد؟ به. اگر پیغمبر حق تعیین نداره، تعیین با مردمه، چرا در قصه ابوبکر ابوبکر عمر را جانشین خود معرفی میکنه، قبوله، پذیرفته است؟ بله. این چه تناقضیه؟ واقع قضیه است که بالاخره امر خلافت دست کیه؟ دست مردمه. خب چرا آقای ابوبکر تعیین کرد عمر رو؟ اگر دست خداست، خب خدا علی رو تعیین کرده بود. گفت جا به جا کنه بود و جا به جا کنه است. بله. چطوری شده؟ اونجا که پیغمبر تعیین میکنه قبول نیست، مردم باید تعیین کنن. بله. اینجا که ابوبکر تعیین میکنه قبوله. خب دقت کنید اینجا ملاک چیه؟ کمک کنید به رمز این قضیه. کی میخواییم چه بگیم؟ آقا وضعیت در زمان امام حسین هیچ واحدی از شرایط خلافت در جای خودش طبیعی نبود. نبوده. چرا؟ مادر ابن عباس، مادر خالد ابن ولید و زوجه مکرمه رسول خدا میمونه خواهر بودن. رسول خدا خانمی داره به نام میمونه. به نام میمونه. خواهری داره میمونه، مادر ابن عباسه. خواهر دیگرش مادر خالد ابن ولیده. به یک اعتبار خالد ابن ولید چیه؟ فرزند خواهر خانم رسول خداست. ابن عباس هم این چنینه. این چنینه. رسول خدا از دنیا رفت. این جمله رو اضافه کنم.
یعنی ابن عباس هم با خالد ابن الولید پسر خال است. بله. چون اینها با پیغمبر نسبت داشتن، پیغمبر از دنیا رفت، افکار عمومی این بود از ابن عباس اسلام بگیریم چون مادرش خواهر خانم چی؟ پیامبر. پیامبر. ایده گفتن نه، از خالد ابن ولید اسلام یاد بگیریم چون مادرش خواهر زن پیامبر. ایده رفتن دنبال میمونه، مستقیما زن پیغمبر، احکام و اخبار و احادیث پیش اونه. دقت کنید، دیدن خود به خود میمونه داره تبدیل میشه به یکی از چی میگید مراکز قدرت و پخش حدیث. بله. رقیبی چی میشه اینجا؟ رقیب عایشه میشه. آفرین. حالا رقیب عایشه است، چی کار کنیم؟ از میدان بدر کنیم. عدد را دقت کن. احمد ابن حنبل 18 طریق روایت جعل کرد آقا پیغمبر در حال احرام با میمونه ازدواج کرده، که یکی از محرمات چیه در حج؟ در بله. لباس احرام پوشیدی 24 چیز چی میشه؟ حرام میشه. بله. یکی ازدواج، عقد ازدواج. خب آقا اصلا مشروعیت زوجیت میمونه را در حدی زیر سوال بردن، من جمع کردم که پیغمبر را متهم کردن. پیغمبر متهم شد، اسلام متهم شد. این آقای احمد ابن حنبل امام الحنابله و امام الوهابیون. خب دقت کنید در جلد، یعنی العیاذ بالله، خود پیامبر العیاذ بالله استغفر الله مرتکب کار حرام شده و مرتکب کار خلاف شرع شده. خب این جمله را دقت کن، باید کامل کنم چون مطلب ظریفه. سلیمان ابن یسار یک. بله. عطا ابن یسار دو. عبدالله ابن یسار، اینا سه نفر. عبدالملک ابن یسار، چهار تا برادر. چهار تا برادر. کلهم یؤخذ. بله. عنه العلم، کلهم یؤخذ عنه العلم موالی میمونه. این چهار نفر همه آزاد شدگان چی بودن؟ میمونه زن پیامبر. رقیبشون چی بود؟ اکرمه. اکرمه آزاد شده ابن عباس. کمتر از 3 دقیقه وقت داریم، بحث ناقص نمونه انشالله. بفرمایید. یک خواهر داره میمونه، زن چیه؟ مادر ابن، مادر ابن عباس. اون هم یه برده داره آزاد شده به نام اکرمه. درسته. رقابت افتاد بین این 4 برادر برده آزاد شده میمونه. بله. و اون برده به نام اکرمه، اینها شروع کردن برای پخش احادیث، تبدیل شدن به اعلم علما، آیت الله العظما، شدن مرجع، محل رجوع مسلمین. خب چگونه ما این میمونه را بکوبیم؟ درست؟ بله. 18 روایت نقل کردن ازدواج پیغمبر با ایشون در احرام بوده، هم آبروی پیغمبر بره، هم آبروی میمونه بره، و هم آبروی اسلام بره. آقای احمد ابن حنبل 18 طریق روایت آورده این ازدواج صورت گرفته، اما جرأت نکرد فتوا بده چون فهمید چی همه جهده. جنگ زرگریه. بله خودش میدونه. اما ابو حنیفه فتوا داده تا روز قیامت همه برن حج، همون یه خانم بگیرن، اشکال نداره در احرام. این هم دوباره تناقضی دیگر. یعنی یک چهارم امت اسلامی میتونن در مکه بعد از احرام، قطعا محرم ترین کار در احرام، عقد ازدواج، عقد ازدواجه، ازدواج بکنن بادا مبارک. این دینیست، دینیست برای قدرت رسیدن. عایشه میخواست بشه چی؟ میخواست مفتی عظما. میمونه چون 4 تا برده داشت، همه میگفتن قال میمونه، قال رسول الله، قالت میمونه، قال رسول الله. آمده گفت وقت داره. میمونه را زدن، آبروش را بردن، آبروی پیغمبر را ببرن، تا اینکه روایات میمونه از طریق 4 نفر برده به دنیا منتشر نشه. احسنتم، بسیار عالی. طیب الله انفاسکم، یعنی امان از اون وقتی که به تعبیر همون
پیامبر یا اهل بیت علیهم السلام که فرمودن حب الدنیا رأس کل خطیئه، امان از این محبت دنیا که برای رسیدن به ریاست و قدرت چه جنایت ها که نشده و نمیشود. تا اونجا که حاضرند رسول خدا متهم شود، زیر سوال بره رسول مکرم اسلام، اهانت بشه، تا اینکه خودشون برای چند روزی در این دنیا به ریاست و حکومت و دنیا و جاه طلبی هاشون دسترسی پیدا بکنن. پناه به خدا میبریم، خدا عاقبت امر ما را ختم به خیر بگرداند. با تشکر از شما بینندگان عزیز و گرامی که تا این لحظه با ما همراه بودید، شما عزیزان را تا برنامه بیاناتی دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. امیدواریم این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. اللهم عجل لولیک الفرج، خدا نگهدار، یا علی مدد، یا الله. Oh.